درود و عرض دارم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمندم در همه جای جهان همان گونه که میبینید و البته همانطور که پیشتر نیز اشاراتی کرده بودم برنامه سه شب پیش روی را از هتل محل اقامت برای شما گزارش خواهم کرد و قطعا کاستی های احتمالی را به کرامت خود خواهید بخشید ضمن که جا دارد از محضر جناب دکتر نوریزاده مدیر محترم تلویزیون ایران فردا که دیشب تقبل زحمت نموده بودند اعلام امتنان کنم در هر روی همچون همه شب می ایم صفحه نخست برنامه صفحه یک امشب را با مروری بر سرفصل اهم مطالب و اخبار برگزیده امشب و نیز نگاهی بر اهم مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا تشدید نبردها میان شیعیان عراقی و گروه موسوم به داعشیون در عراق همینطور استمرار مساعدت های بیوقفه جمهوری اسلامی ایران به رژیم در حال سقوط و اسد در سوریه با ستایش علنی این خود کامه خاور میانه از زحمات نظام فقها، ها ادامه جدال های هستی میان زریف و نمایندگان مجلس ادامه حملات همه جانبه هواپیماهای اعتلاف علیه مواضع شورشیان حوسی در یمن و بالاخره پیروزی تیم پرسپولیس ایران در مقابل الهلال عربستان اهم اخبار برگزیده و مطالب منتخب در برنامه امشب چهارشنبه سیوم اردیبهشت ماست که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز از نوادای گرم آمریکا به استحضارتان خواهد رسید نخست با آخرین رویدادها در عراق برنامه را پی میگیریم نیروهای دولت اسلامی به دنبال تصرف شهر الرمادی در عراق در حال مستحکم تر کردن مواضع خود در این شهر هستند و همزمان هزاران شبه نظامی مورد حمایت ایران برای بازپسگیری شهر در حال استقرار در شرق آن هستند ساکنان شهر گفتند که اعضای داعش در حال ایجاد مواضع دفاعی و نصب مین در اقصا نقاط شهر هستند به نقل از ساکنان همچنین گزارش شد که پیکارجویان در به در مشغول جستجو برای یافتن افراد همفکر با دولت و انداختن اجساد به داخل فرات هستند شاهدان عینی به خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز گفتند که پیکارجویان به زور وارد خانه های پلیس و قبایل وفادار به دولت می شوند همزمان تصاویر ویدئویی منتشر شده در اینترنت داعش را در حال آزادی زندانیان از زندان ارمادی نشان می دهد گفته می شود که حدود سه هزار شبه نظامی شیعه در پادگان نظامی حوانیه در حدود 20 کیلومتری شرق رمادی در حال آماده باش هستند تا برای بازپسگیری شهر تلاش کنند رمادی مرکز استان الانبار به دنبال چند روز درگیری های شدید میان نیروهای داعش و دولت عراق سرانجام تحت کنترل نیروهای دولت اسلامی قرار گرفت این در حالی بود که هواپیماهای آمریکایی در پشتیبانی از نیروهای عراقی چندین بار موازی نیروهای داعش در نزدیکی رمادی را بمباران کرده بودند داعش نیز گفت که تانک ها نفرورهای زرهی و سایر سلاح ها را از پایگاه های دولت قنیمت گرفته است. سازمان ملل متحد می گوید نزدیک به 25 هزار غیر نظامی ساکن رمادی طی چند روز گذشته از این شهر فرار کردند. گفته می شود که خیابان های شهر تقریبا خالی از سکنه است و داعش بعضی مغازدارها را وادار به باز کردن آنها کرده است. ساکنان همچنین میگویند که پیکارجویان برای وصل مجدد برق و جریان آب اند و از طریق بلندگوهای مساجد نیز هر از گاهی مردم را خطاب قرار میدهند ادامه اخبار منطقه‌ای از عراق به سوریه می رویم و قدردانی های کم شخص و شارسد از مسئولین جمهوری اسلامی به خاطر کمک های بیوقفه ایران به رژیم اسد را پی می گیریم. با بازدید سومین مقام دولت ایران در کمتر از یک هفته از دمشق پایتخت سوریه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور که با فشار فزاینده شورشیان روبرو بوده از حمایت ایران ستایش کرده است به گزارش خبرگزاری رسمی سانا خبرگزاری سوریه آقای اسد در جریان بازدید علی اکبر ولایتی مشاور رهبری جمهوری اسلامی ایران می گفت حمایت ایران از مردم سوریه از ارکان اصلی در نبرد علیه تروریسم است دولت سوریه همه گروه های مسلح مخالف که برای سقوطش میکوشند و میجنگند را تروریست میخواند به گزارش خبرگزاری دولتی سانا در سوریه آقای ولایتی هم روابط استراتژیک دو کشور را ستود و گفت که این روابط یکی از ستونهای اصلی در مقابله با پروژه های غرب و توهم بعضی کشورهای منطقه است این ملاقات در حالی انجام شد که به گفته یه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در کشور بریتانیا قرار دارد شورشیان در استان ادلب یک پایگاه نظامی ارتش را اشغال کردند و نواحی خود در شمال غربی کشور را نیز گسترش دادم آقای ولایتی بلند پایه ترین مقام جمهوری اسلامی است که در کمتر از یک هفته از دمشق بازدید می کند روز دوشنبه رستم قاسمی رئیس کمیته توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه به دمشق رفته بود که طی آن چند تا آفوق در زمینه برق، صنعت نفت و سرمایه گذاری امضا شد پنجشنبه هفته گذشته هم ادین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی ایران از دمشق بازدید کرده بود ایران متحد اصلی سوریه است و مشاوران نظامی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به دولت بشار اسد در جنگ داخلی به این کشور رفتند مخالفان سوری عمدتا از حمایت کشورهای عرب خلیج فارس برخوردارند به گزارش سانا آقای ولایتی در این بازدید نیز می گفت که ایران مصمم است در کنار سوریه بیستد و هر کمکی لازم است برای تقویت به اصطلاح مقاومت مردم این کشور در دفاع از کشور و مقابله با تروریسم ارائه کند. خلاصه آنکه به گزارش خبرگزاری رویترز این بازدیدها در حالی انجام می شود که موضع دولت سوریه در دو ماه گذشته با از دست رفتن نواحی قابل توجهی در شمال غربی و جنوب این کشور در برابر حملات شورشیان از جمله از, جمعه از گروه جبهه جبه نصرت وابسته به القاعده ضعیف و ضعیفتر شده است از سوریه سری به بحران ها و آخرین تحولات در کشور یمن خواهیم زد جنگنده های اعتلاف در جدیدترین حملات خود مجددا به موازه حوسی های شورشی در سراسر یمن حمله, حمله کردند. بر اساس گزارش های منتشره در منابع خبری مختلف منطقه و عربی جنگنده های اعتلاف عربی به رهبری سعودی مخازن اسلحه و مواضع شبه نظامیان حوثی و متحدانش یعنی نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده یمن را در سراسر این کشور به ویژه در صنعا بمباران گسترده ای کردند. جنگنده های ائتلاف پایگاه نظامی از سیفی دانشگاه فنی و فرودگاه سعده در شمال یمن را نیز بمباران کردند نیروهای هوایی ائتلاف همچنین مواضع شبه نظامیان حوسی در بخش زنجبار واقع در استان الانبار و به طور دقیق تر پایگاه لشکر پانزدهم وابسته به شورشیان را هدف قرار دادند درگیری های شدیدی هم در شهر لودر میان نیروهای مقاومت و نیروهای گارد ریاست جمهوری وابسته به صالح گرفت این درگیری ها پس از آن آغاز شد که نیروهای گارد ریاست جمهوری میخواستند پس از ضربات سنگین وارد شده با آنها از پایگاه های خود در شهر عقب نشینی کنند که با حملات گسترده نیروهای ائتلاف عربی مواجه شدند و همینک از یمن به جمهوری اسلامی باز میگردیم با احزار و مزاحمت های مستمر مجلسیان علیه محمد جواد ظریف رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران محمد حسن آسفری دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این راستا می گفت که در پی قانع نشدن تعدادی از نمایندگان از پاسخهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به سوالات خود در مورد مذاکرات هسته ای سوالات این نمایندگان به صحنه علنی مجلس خواهد رفت این نماینده مجلس شنبه 29 اردیبهشت ما یعنی دیروز به خبرگزاری فارس می گفت که در جلسه امروز یعنی دیروز ده نفر از نمایندگان سوالی را در خصوص توافق ژنو بیانیه لوزان و روند مذاکرات هسته‌ای مطرح کردند که پاسخ وزیر امور خارجه نتوانست نمایندگان سوال کننده را قانع کند عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا جواد کریم قدوسی حمید رسایی قاسم جفری علی اصغر زارعی و عباس مختدایی را از جمله نمایندگانی برشمرد که اعلام کردند از پاسخهای آقای ظریف قانه نشدند این نمایندگان همگی به تشکل سیاسی نهادی موسوم به جبهه پایداری نزدیک هستند که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی منتقد مذاکرات هسته ای بوده است آقای منصور آرانی علت عدم انتشار فکت شیت ایرانی و ادعای کوتاه آمدن تیم مذاکره کننده در برابر خواسته های کشورهای غربی را از محورهای سوالات این نمایندگان در مورد مذاکرات هسته عنوان کرده است به گفته محمد صالح جوکار عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی محمد جواد ظریف در جلسه امروز این کمیسیون جلسه دیروز البته خبر در امشب تنظیم شده بود گفته بود که من بعد از بیانیه لوزان حدود دو ساعت و نیم در بردامه های تلویزیونی بیانیه را توضیح دادم بنابراین نیازی به انتشار فکت شیت نیست آقای جوکار در مصاحبه با خبرگزاری مهر میافزود که وزیر امور خارجه معتقد بود فکت شیت مخصوص جامعه آمریکاست و آنها تلاش دارند با انتشار این سند مسائل داخلی خود را حل کنند. در هر روی با ارسال سوال نمایندگان از محمد جواد ظریف به صحنه علنی وزیر امور خارجه بایستی برای پاسخگویی به این سوالات در مجلس حاضر شود. و دنبال پاسخ وزیر در صحنه علنی نمایندگان در یک رعی گیری اعلام خواهند کرد که آیا از این پاسخ قانع شده اند یا خیر. در صورتی که اکثریت نمایندگان سه بار اعلام کنند که از پاسخ های وزیر در سحن علنی مجلس قانع نشده اند، طرح وی در دستور کار قرار خواهد گرفت. و همینک در نیمه دوم برنامه خبرها و نظرها برنامه صفحه یک به روال معمول نگاهی خواهیم داشت بر آخرین مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران امده روزنامه های امروز تهران نیز آن روزهای گذشته همچنان بر چرخی از جدال های جناهی میچرخید از جمله کشاکش بی امان های مجلسی و دست رد سایر فراکسیون های مجلس علیه آنان حول مواضع مختلف از جمله وزارت مسکن مذاکره هستی و سایر موارد همچنین حضور گروهی از رهبران طالبان افغانستان در ایران که گویا در خفا و پشت درهای بسته با برخی از مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی دیدار و رایزنی داشتن بیان آن البته دولت حسن روحانی خبر داشته باشد چرا که آقای نوبخت اظهار شگفتی کرده بود در هر روی اعلام درخواست رئیس جمهور عراق از وزیر دفاع ایران برای مقابله با داعشی ها که این نیز در یکی از روزنامه های نزدیک به نظامیان از جمله روزنامه کارون منتشر شد و به پیروزی تیم پرسپولیس ایران در برابر تیم الهلال عربستان همه مجموع مطالب در واقع عمده مطالب روزنامه های پرشمارگان کشور بود در ادامه ورق میزنیم و مرور میکنیم البته به تناسب زمان شرح جزئیات برخی از روزنامه ها را از جمله موضوعاتی که جلب توجه میکرد همانا بازگشت بشار اسد بر صدر روزنامه های تحت امر رهبری ایران بود بشار اسد که این روزها در موقعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته است و حتی کارشناسان احتمال فروپاشی از درون این نظام خودکامه رو میدهند همین مورد مهر مضاعف جمهوری اسلامی واقع شد از جمله روزنامه حمایت تحت امر نهاد قوه قضاییه ایران اسد را صدر نشین صفحه یک این روزنامه نمود و سراحتا تیت میزد که بدون کمک ایران امکان ادامه حکومت اسد میسر نمی بود همچنین بحث خرید تیم های پولساز کشور پرسپولیس و سرخوابی ها به سر توجه روزنامه ها واقع بود تا جای که روزنامه شهروند اعلام کرد که سایپا و ایران خود رو دنبال خرید سرخوابی ها هستند روزنامه ابرار به نقل از علی اکبر ولایتی مشاور ارشد علی خامنی که همین در سوریه با اسد هم نشینی می کند مدعی شد که اگر کمک ایران نبود بغداد نیز در اختیار داعش قرار می گرفت که از آن سریح و اعتراف علنی به مداخلات جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه است ادامه می دهم ده با روزنامه دیگر روزنامه جمهوری اسلامی اما صحنه از بازدید حسن روحانی از دانشگاه آزاد را به تصویر میکشید و در تیتری کمتر متعارف این روزها البته به نقل از روحانی در تمجید هاشمی رفسنجانی رفت سنجنی تیت می زد و می نوشت که دانشگاه آزاد یکی از برگ زرین تلاش های آیت الله هاشمی رفسنجانی برای توسعه کشور است مردم سالاری با موضوع ورزشی آرسته شد و بازیکنان استقلال و پرسپولیس رو نشان میداد که بحث خرید این تیم مطرح است. روزنامه اعتماد از نه مجلس به حلقه پایداری ها این بار در برخورد با دو وزیر مسکن و وزیر وزیر کار پرده می داشت و بلاخره روزنامه آفتابی است به حضور برخی از سران گروه تروریستی طالبان در تهران اشاره کرد که با علامت حیرت و تعجب می‌پرسید حضور طالبان در ایران که اشاره داشت به خبری که خبرگزاری تسنیم در کشور ایران گزارش داده بود که یک هیئت طالبانی متشکل از اعضای دفتر سیاسی این گروه در قطر اخیرا به ایران سفر کرده بود این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ایران گزارش میداد که ریاست این هیئت را طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر به عهده داشته است این در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران دیروز سهشنبه 29 اردیبهشت بهشت ما در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد این سوال و این سفر کمتر جزئیات منتشر شده می گفت که البته با ابراز شگفتی اشاره کرد از این موضوع بی خبرم این موضوع با عقل جور در نمی آید و به هر ترتیب این موضوع تایید نمی کنم گروه طالبان و دولت افغانستان نیز گویا تا کنون تا لحظه تنظیم خبر به این خبر واکنشی نشان ندادن تصنیم اما گزارش داده که هیئت سیاسی طالبان افغانستان در سفر به تهران با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند و با این رویداد از روزنامه آفتاب یزد از سرزمین گرم نوادای آمریکا وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن سپاس از همراهیتان طب. تا برنامه دیگر و درودی دوباره از محضر یکایکتان خداحافظی میکنم تا شامگاهی دگربار در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود